با سلام، امروز میخوایم در خدمت شما دوستان عزیز باشیم با یک سری از برنامه های بدنسازی و تناسب اندام. توی این برنامه ما میخوایم در مورد نحوه صحیح انتخاب کردن یک دستگاه ترمیل با شما صحبت کنیم، بگیم که این دستگاه رو باید از کجا خریداری بکنید و یا اینکه چطور میتونید با کمترین هزینه بهترین دستگاه رو خریداری بکنید و چه شرایطی رو یک دستگاه خوب اصلا داره. ما قصدیم در مورد نحوه صحیح ورزش کردن با شما بحث بکنه، در مورد اینکه بگیم که چطور میتونید خودتون گرم کنید، چطور میتونید یک ورزش صحیح رو انجام بدید و این نوع ورزش و این نوع تمرینات رو با هم مرور کنیم. من به همراه یکی از کارشناسان دستگاه بدنسازی قصد داریم تو این سری از برنامه ها نکات مثبتی رو در مورد نحوه استفاده صحیح دستگاه ها واسه شما بیان کنیم. آدرس ایمیل ما زیر صفحه به صورت زیرنویس وجود داره. با ما تماس بگیرید و سوالاتی رو که در این مورد دارید بیان کنید. دوستان عزیز سلام. این دستگاه ابیکین هستش که برای دراز و نشست استفاده میشه. این دستگاه برای دراز و نشست شما خیلی راحت‌تر و سریع‌تر انجام میشه. به کمک این دسته شما حرکت دراز نشسته میتونید انجام بدید که اینجا میشینید، دراز میکشید، به کمک این دسته حرکت دراز و نشست رو انجام میدید که بیشترین فشار روی دست، بازو و روی شکم شما هستش. شما وقتی که روی زمین دراز میکشید روی کمرتون و به گردنتون خیلی فشار میاد برای این حرکت دراز و نشست. وقتی که شما اینجا فشار میارید، اینجا به کمک این اهرمی که این پشت هست به صفحه پشت کمر شما فشار میاره که این حرکت راحت‌تر و سریع‌تر انجام بشه. این دسته ما سه حالت داره که طی این سه حالت حرکت دراز نشست شما به کمک این دسته ضعیف‌تر و قوی‌تر میشه که خود این اهرم وقتی که میاد عقب طی 5 تا درجه پله پله حرکت بالا اومدن و پایین رفتن شما رو سنگین‌تر و سبک‌تر میکنه که وقتی که شما این اهرم رو از اینجا در بیارید، اینجا رو دقت کنید، 5 تا درجه داره که به کمک این درجه ها فشار دراز و نشست شما ضعیف و قوی تر میشه. به عنوان مثال من اینو وقتی که روی درجه شماره 4ش بذارم، با توجه به اینکه این تنظیم رو انجام دادیم میبینید تخته میاد پایین. وقتی که بخواید شما اینو فشار بیارید باید نیروی بیشتری رو به دست بیارید تا برای بالا اومدن اهرم به صفحه فشار بیاره و بیاد بالا. دستگاهی که مشاهده میکنید دستگاه ابیکینگ هستش که برای دراز و نشست مورد استفاده قرار میگیره. این دستگاه دارای 5 تا درجه داره که این صندلی پشت شما به سمت پایین میره که باعث میشه برای بالا اومدن فشار بیشتری شما به خودتون بیارید که طی 5 تا حالت از این پشت کم و زیاد میشه. سه حالت هم روی دستش داره که باعث میشه که فشاری که میخواید روی دست بیاری کم باشه، زیاد باشه، کمتر باشه. میتونید ازش استفاده بکنید. از دوستمون میخوام یه نمونه به ما نشون بده. عنایت داشته باشین، شما وقتی که میخواید بیاید بالا سعی کنید سر حتما به تکیگاه چسبیده باشه که به گردن شما فشار نیاره، چون به مرور زمانی که به گردن فشار بیاره باعث آرتروز گردن میشه. دقت داشته باشید سرشون قشنگ چسبیده، دوتا دست پهلوها و راحت میام بالا. موقعی که میاد بالا روی شکم فشار زیادی میاره که برای آب کردن شکم و پهلوها مورد استفاده قرار میگیره و مهمتر از همه اینه که این دستگاه باعث میشه به کمر شما فشار کمتری بیاد. از لحاظ پزشکی شما اگر بخواید حساب کنید، دستگاهی که دارید ببینید باعث میشه فشار کمتر به کمر شما بیاد، اما وقتی که روی زمین میخوابید روی کمر شما خیلی فشار زیادی میاد، مخصوصا برای خانوما که عدم تحرک بیشتری دارن میتونن ازش به این صورت استفاده کنن. مشاهده میکنید، بزنید، خب بالا وایسید، من یه درجه بیارم پایین تر. بزنید. عنایت داشته باشید الان ایشون یه مقدار درجهش بیشتر شد، الان برای بالا اومدن باید فشار بیشتری رو به دستاشون بیارن، چون بیشترین فشاری که این دستگاه میاره روی عضلات بازو و کتف هستش.
که مهم این کار برای تعداد دفعاتی که میزنید هستش. در روز مهم اینه که مثلا ته چند ست مختلف و تعداد دفعاتش زیاد باشه ازش استفاده کنید. مهمش اینه که موقعی که شما میخواید از دستگاه استفاده کنید باید قبلش حرکات ایروبیک رو ازش استفاده کنید که بدن گرم باشه که وقتی میخواید از این دستگاه استفاده بکنید به عضلات شما فشار زیادی نیاد. و موقعی که شما میخواید از دستگاه استفاده کنید سعی کنید ته ست‌های مختلف استفاده بکنید، چون که بدن شما ابتدا به ساکن عادت نداره به این سیستم، سعی کنید سه تا 10 تا بزنید و اینو توی وعده‌های مختلف ازش استفاده بکنید. عرضم به حضور شما که وقتی که این سه تا 10 تا رو شما بزنید بدنتون به مرور زمان عادت میکنه. بعد از یه هفته 10 روز که این استفاده رو کردید سه تا 10 تاتون رو میکنید، سه تا 12 تا، سه تا 15 تا میتونید به مرور زمان افزایش بدید که بتونید روی پهلوها و عضلات شکم تأثیر بیشتری و سریعتری رو داشته باشه. و مهمش اینه که وقتی شما میخواید از این دستگاه استفاده بکنید کمردرد یا دیسک کمر نداشته باشید، آرتروز گردن یا ناراحتی گردن و کتف نداشته باشید که یه موقع آسیبی به شما نرسونه، به جای اینکه مفید باشه و موقع در اون حالت میشه مضر. موقعی هم که شما میخواید از دستگاه استفاده کنید سعی کنید حتما شکم خالی باشه، یا 3-4 ساعت بعد از غذا باشه یا قبل از غذا که فشاری به معده شما نیاره که باعث مریضی های آپاندیس و کیسه صفرا و اینجور مسائل رو برای شما ایجاد بکنه. و مکمل این دستگاه، دستگاه کشش دراز و نشست و مسگری میباشه که توی مرحله بعد به شما آموزش میده. این دستگاهی که مشاهده میکنید دستگاه ورزشی هستش که برای آب کردن پهلوهای پا و عضلات پشت ساق پا و باسن مورد استفاده قرار میگیره. اینو که میبینید پا به سمت پهلوها باز میشه. دستگاهی که اینجا هستش برای حفظ تعادل شما مورد استفاده قرار میگیره. این دستگاه همراه با ورزش‌های ایروبیک مورد استفاده قرار میگیره که حرکت‌های کششش باعث میشه عضلات بدن کش بیاد و نرم بشه و گرم بشه بتونید ازش استفاده بکنید. سعی کنید 1 دقیقه از این که استفاده میکنید بعد حرکات دیگه انجام بدید، بعد دوباره به این مراجعه کنید که خستتون نکنه و مورد اذیت و آزار قرار نگیره قسمتهای بدن. بعد هر موقع هم که نخواهید یه لحظه شما تشویید باییم میتونید به راحتی این دستگاه رو جمعش بکنید به این شکل و داخل کمد یا زیر تخت چیزی اگه بخواید میتونید جا بدید که فضای کمی رو برای شما میگیره و هر موقع هم بخواید باز کنید که راحت این امکان هستش. به این صورت میتونید این کار رو انجام بدید و دسته شما قابل تنظیم هستش. به این صورت که پیچ رو باز میکنید میتونید این رو ببرید پایین یا بیارید بالا، جای مورد دلخواهتون اون رو تنظیم کنید و سفتش کنید و ازش استفاده کنید. بفرمایید. اسم این دستگاه دستگاه لگمستر هستش که بهتون پیشنهاد میکنیم. دوستان عزیز وسیله یا که مشاهده میکنید کش دراز و نشست یا کش ایروبیک هستش که نحوه استفادهش رو به شما آموزش میدیم. دو تا پنجه های پا رو داخل این الالیا قرار میدی و این دسته رو داخل میگیرید و حرکت دراز نشست رو انجام میدید. همینجور که مشاهده میکنید قشنگ کش میاد. به کمک این کش حرکت دراز و نشست شما خیلی راحت تر انجام میشه. و همینجور که دقت دارید روی سرشونه ها، عضلات سینه، شکم خیلی تاثیر داره. و حرکت دیگه ای که میشه با این انجام داد، دراز بکشید، پا رو بیارید بالا. خب حالا برای عضلات پشت ساق پا و رون مورد استفاده قرار میگیره. دوستان همینجور که مشاهده میکنی اینم حالت سومی هستش که میشه از این کش استفاده کرد که برای حرکت جلو بازو مورد استفاده قرار میگیره.
سعی کنید موقعی که از این حالت استفاده میکنید پشت کمر قشنگ صاف باشه، سرسینه صاف که به کمر فشاری نیاره. تمامه. دوستان دستگاهی که مشاهده میکنید دستگاه استپر هستش یا گامزن. به این صورت که مشاهده میکنید پاها به صورت ضربدری حرکت میکنه که برای عضلات ساق پا، ماهیچه پا و پهلو مورد استفاده قرار میگیره. این دستگاه دو مدل داره. یه مدل دسته دارش هست، اینو که میبینید که دسته ها رو میگیرن، دستتون رو بگیرید روش برای حفظ تعادل اونایی که نمیتونن سنشون بالا هستش یا دفعه اول هست میخوان استفاده کنن. یه مدلش هم هستش بدون دسته که میتونن دستها رو ول کنن و روش حرکت بکنن. دستاتون رو ول کنید، حرکت بکنید. موقعی که دستا رو ول میکنید به صورت تعادلی، وقتی که پای چپ میره پایین دست راست میاد بالا، موقعی که پای راست میره پایین دست چپ میاد بالا، که حرکت تعادلی هم بهش گفته میشه. مدل دسته داره این دستگاه، آیتمایی که داره ضربان قلب، تعداد دفعاتی که حرکت پا زده میشه، میزان کالری که میسوزونید و مدت زمانی که استفاده میکنید به شما نشون میده. دو تا سنسور روی دسته ها داره که میتونید توسط این سنسورها ضربان قلب رو مشاهده بکنید. یه درجه هم داره این جلو که دامنه حرکت پای شما رو کم و زیاد میکنه، که این پا بیشتر بره بالا پایین یا کمتر. میتونید با این پیچی که جلوی دستگاه هستش این حرکت رو تنظیم بکنید. کسایی که مشکل زانو درد دارن به هیچ عنوان نباید از این دستگاه استفاده بکنن، چون که به سر زانو خیلی فشار میاره. مخصوصا کسایی که توی سن بالا هستن اصلا این دستگاه به دردشون نمیخوره. و کسایی هم که دیسک کمر دارن با هماهنگی دکترشون سعی کنن استفاده بکنن که بهشون فشار خاصی رو نیاره. خب برنامه رو دیدید دوستان، امیدوارم که ازش لذت برده باشید و مثمر ثمر واسه تون بوده باشه. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.